سلام، خوش اومدیم به قسمت دوم از جمله‌های انگیزشی و مثبت و یادگیری انگلیسی. این قسمت میخوایم راجع به این جملات خوب و آرامش بخش موقع شب و خوابیدن صحبت کنم. همونطور که گفتم من یه ویدیو قبلا درست کردم راجع به این که به انگلیسی فکر کنیم و هر چیزی که میخوایم در طول روز بگیم رو به انگلیسی بگیم. حالا این جملاتی که امروز میگم قراره کلی کمکمون کنه تا به اون مقصودمون برسیم و اون گول رو اکامپلیش کنیم. و دیگه باید بریم. جمله اول، I offered my best self today. Offer یعنی پیشنهاد دادن، در خدمت گذاشتن. پس من بهترین خودم رو، my best self، بهترین خودم رو امروز به عرضه گذاشتم، بهترین خودم رو انجام دادم. My best self یعنی بهترینم. درستی که داریم میگیم today، اما از past simple استفاده میکنیم، چون که دیگه الان شبه، داریم برای every night میگیم، درسته؟ چون که الان شبه و داریم راجع به وقایعی که تو طول روز تا الان پیش اومده بود صحبت میکنیم، یعنی هرچی بوده تموم شده، به این دلیله که از simple past استفاده میکنیم. It doesn't matter if I did everything perfectly. اصلا مهم نیست. It doesn't matter اگر که من همه چیزو عالی انجام دادم یا نه. It doesn't matter. توجه کنین چطور تلفظ میکنم. بین، در واقع این تی بین دو تا واول اومده، پس میگم It doesn't matter. Matter. و همچنین این it، اینجا it نیست، it. It doesn't matter if I did everything perfectly. The day is now the past and I will let it be. The day منظورش امروزه. The day is now the past. امروز حالا دیگه گذشته. و من میذارم و من اجازه میدم I will let it be. این بیه اگه گفتی به چی اشاره داره؟ به این اشاره داره که امروز دیگه گذشته و من اجازهش میدم که گذشته باشه، یعنی دیگه بهش فکر نمی کنم و من دیگه توی ذهنم هی مرورش نمی کنم که هنوزم وجود داشته باشه، اجازه میدم به گذشته بپیونده. The day is now the past and I will let it be. میذارم که باشه. I'm looking forward to the morning. من با اشتیاق زیادی منتظر صبح هستم. I am looking forward. Look forward to یک اصطلاحه. پس این to جز look forwarde. یعنی اگر بخوام بعد از این اصطلاح یک فعل استفاده کنم با ing میارم، مثلا try میشه trying. I'm looking forward to trying. خیلی عجیبه ولی این یه اصطلاحه و این تو جزء اصطلاح. اگر میخواین این قوانین رو هم بیشتر بدونین یه ویدیو من قبلا راجعش درست کردم، حتما اونو ببینین. و همچنین که دارم میگم چرا از present continuous استفاده کردم، چون فکری هستش که همینطور دارم و الان که شبه دارم بهش فکر میکنم همکنون. I have the power to make tomorrow a great day. من قدرتش رو دارم. I have the power to make tomorrow a great day. روز عالی. Great در واقع همون very good هست دیگه، درسته؟ پس اگر احساس میکنین از کلمه very good زیاد استفاده میکنین، به جاش از great استفاده کنین. دیگه نگو very، بگو great. I will feed my strength with sleep. چقدر این جمله باحاله. I will feed. Feed یعنی چی؟ یعنی غذا دادم. مثلا یکی که بهش تغذیه میدی، میگه من به نیروم strength
من به نیروم قضا میدم. قضاش چیه؟ خواب. I will feed my strength with sleep. پس feed with. Tomorrow, فردا. و اینجا بعدش کاما میارم چون که بعدش یک سابجکت دارم و فعلم رو دارم. Tomorrow I can grow further. فردا بیشتر میتونم بهتر بشم و بیشتر از این میتونم پیش برم.